سلام بر شما، به برنامه صفحه دو خوش آمدید. من پونه قدوسی هستم. پیروزی غیر منتظره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خیلی از محاسبه ها را عوض کرده. آقای روحانی در اولین کنفرانس خبریش گفت رفع تحریم ها و حل مشکلات ایران با سایر کشورها اولویت های دولت اوست و وعده شفاف تر کردن فعالیت های اتمی و جلب اعتماد طرف های مذاکره را داد. باراک اوباما هم از این تحول در صحنه سیاسی ایران محتاطانه استقبال کرد و گفت مردم ایران با انتخاب حسن روحانی توصیه روحانیون تندرو مبنی بر صلح نکردن با غرب را رد کردند، چون به گفته او تشنه تعامل بیشتر با جهانند. آقای اوباما گفت در این موقعیت مانعی برای از سر گرفتن مذاکرات با ایران نمی‌بینند، اما به نظر می‌رسد که اسرائیل نه تنها مثل آمریکا به بهتر شدن روابط ایران با غرب خوشبین نیست، بلکه مایل است فشار و تحریم علیه ایران بیشتر هم بشود. اما آیا ایران و آمریکا خواهند توانست از این موقعیت جدید استفاده کنند و بحران هسته‌ای را حل کنند، یا اینکه دولت مردان آمریکا تسلیم وسوسه ها و فشارهای اسرائیل خواهند شد و این فرصت را از دست خواهند داد؟ این سوال ها را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه امروز. آقایان میر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتسلیا که از تل آویو با ماست، امیر حسین گنجبخش از سازمان جمهوری خواهان ایران از واشنگتن با ماست، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون که از همین شهر ما را همراهی خواهد کرد. آقایان خوش آمدید به برنامه. آقای فرهنگ با شما شروع میکنم. فکر میکنید در گفته های اخیر آقای اوباما و واکنش هایی که از دولت آقای اوباما به ریاست جمهوری حسن روحانی دیده میشه، میشه گفت که یک تغییر رویه جدی رو میتونیم شاهدش باشیم؟ موضع آقای اوباما و مشاورین او تغییری نکرده، دقیقا همین حرف رو، یعنی آمادگی و علاقه آمریکا برای مذاکره با ایران از آغاز ریاست جمهوری اوباما مطرح شده. در بیان اخیر او امید بیشتری دیده میشه و این امید مربوط به مواضعی است که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی گرفت و زبان تکلم و متانت او و همینطور آشناییش با واقعیات جهان سیاست منبع امیدی در آمریکا شده، که همونطور که خود آقای روحانی گفت انتخاب او دوره جدیدی در روابط خارجی ایران باشه. نکته بسیار مهمتری که در اینجا باید مطرح کرد اینه که این انتخابات، همطور که آقای اوباما گفت و بسیاری تحلیلگران در داخل و خارج ایران گفتن، قبل از اینکه تأیید توانایی یا اراده آقای روحانی در پاسخگویی به مطالبات رای دهندگان باشه، رد ارزش‌ها و ادعاهای رهبری کشور در 8 سال گذشته بوده. بنابراین باید دید که آیا آقای روحانی میتونه از این رأی قابل توجه و تشبیهی که از مردم گرفته استفاده بکنه و آقای خامنه ای و مشاورین او رو متقاعد بکنه که در برخورد خودشون با جهان غرب به طور اعم و تنش هسته ایران به طور اخص تغییر موضعی بدن یا نه. آقای گنجبخش، آیا فکر میکنید آقای روحانی با صحبت‌های اولیه یا قدم‌های اولیه‌اش نشون داده که چنین تمایلی خواهد داشت که بتونه دولت آمریکا و کشورهای غربی دیگه مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا رو متقاعد بکنه به اینکه شاید یک در تازه‌ای برای مذاکرات باز شده؟ بله، با سلام به شما. ببینید آقای روحانی، نخستین کاری که باید بکنه اینه که ما ایرانی‌ها رو متقاعد بکنه، به این معنی که به هر حال ایشون چندین سال پیش یک جمله بسیار درستی رو گفتن. ایشون گفتن که ایران باید تصمیم بگیره که میخواد کشور بمونه یا انقلاب، چون این دو تا نقش مختلفه. اگر بخواد کشور بمونه، مجبور یک رابطه نزدیک با شهروندان داشته باشه و بر اساس منافع ملی عمل بکنه. اگر بخواد انقلاب باشه، مجبور یک رهبر انقلاب داشته باشه که به دشمن سازی، دشمن تراشی و مقابله با دنیا بپردازه. آقای روحانی در همون سال هم همجور که میدونیم
مخالف ادامه این غنی‌سازی به شکل اون زمانش بودند و امروز خوشبختانه مردم ایران در یک فرصت سازی تاریخی آمدند به جای اینکه اقتصاد مقاومتی آقای جلیلی و آقای خامنه‌ای رو انتخاب بکنند، راهگشایی با جهان رو انتخاب کردند. ولی آقای روحانی بعد این نکته را مد نظر داشته باشه که همینطور که در مبارزه انتخاباتی باید دخالت رهبر رو کنار میذاشتن که نهاد ریاست جمهوری حفظ بشه، در سیاست خارجی هم یک کاری بکنند که واقعا مسئله با غرب به سیاست خارجی باشه و نه به عنوان ابزاری در سیاست داخلی استفاده بشه. و ما این رو در رابطه‌ای که ایشون با آقای خامنه‌ای خواهند داشت خواهیم دید. ولی اون چیزی که مسلمه، رأیی که مردم دادن به رأی ارتباط و تعامل با دنیا و با مردم ایران با جنبش سبز بود و در اصل این به یک شکلی تقابل با خط آقای جلیلی که مستقیما خط رهبری بود قرار میگیره. اما شما از متوقف کردن ببخشید اما شما از متوقف کردن غنی سازی صحبت کردین. آقای روحانی خودشون دیروز در کنفرانس خبری گفتن که دوره متوقف کردن غنی سازی اورانیوم گذشته. به یک معنای این نکته ایشون رو باید به این معنی فهمید که ایران به یه سطحی رسیده از تکنولوژی که خواه ناخواه باید یک اعتماد سازی با غرب بکنه که این غنی سازی در خدمت هدف اولیه این بازی، یعنی گرفتن شمایل اتمی برای ایجاد یک قدرت اتمی در منطقه هست، نباشه. و این هست و این اعتماد سازی هم مستقیما میتونه صورت بگیره. و اتفاقا اگر آقای روحانی بخواد این حرکت رو انجام بده، مستقیما بعد با آژانس این عمل رو انجام بده و با اعتماد سازی با آژانس اساسا هیچ دستاویزی هم برای دنیا باقی نمیمونه که مسئله تحریم ها رو ادامه بده. در اصل این کاریه که مستقیما بعد با آژانس صورت بگیره و مسئله اتمی رو خارج بکنه از یک سری از معادلات و بدبستانهایی که خواه‌ناخواه ممکنه ایران منافع درازمدتش رو در اون از دست بده. ممنونم. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو و طرفدارانش در اون دولت اسرائیل متقاعد نشدن که وضع عوض شده، یا شاید رو به عوض شدن داره میره، نه؟ بله کاملا. آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که وضع عوض نشده. بعد از 8 سال که آقای نتانیاهو به مردم اسرائیل گفتن که ما بایستی در اسرائیل بترسیم، چون رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد انسان قدرتمندی هستش که اگر یک روزی برخوردار بشه از بمب اتمی، او به اندازه کافی قدرت داره که او را بر علیه همون بمب اتمی استفاده بکنه. الان در عرض یک شب آقای نتانیاهو تصمیم گرفتن که نه، اصلا ریاست جمهوری قدرت نداره و این رهبر ایران هستن که قدرت دارن. و الان دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که کسی در دنیا نبایستی به قول ایشون فریب لبخند و صحبت ملایم آقای روحانی رو بخوره و بایستی دنیا با تحریمات خودش ادامه بده. ولی در اسرائیل فقط آقای نتانیاهو راجع به این مسئله صحبت نکردن. آقای شیمون پرز راجع به انتخابات صحبت کردن، رأی مردم ایران رو استقبال اون رو دریافت کردن. خیلی جالب بود، آقای پرز گفتش که رأی مردم ایران نشون میده که مردم ایران بخوان با جامعه جهانی تعامل بکنن، علیه افراطی بودن هستن و امیدواری کرد که در ایران بتونن روابط رو بهتر بکنن و گفتش که یکی از بزرگترین آرزوی ما این هستش که در آینده بتونیم روابط خودمون رو بهتر بکنیم. پس بنابراین در اسرائیل دو دیدگاه مختلف وجود داره، یکی بین آقای نتانیاهو که شهرکساز هستش و دیدگاهش بر اساس سیاست شهرکسازی هستش، نه فقط دیدگاه اسرائیلیش بلکه دیدگاه جهانیش، و دیدگاه آقای پرز که ایشون کشورساز هستش، مملکت ساز هستش، از اول اسرائیل در ساختن از اول تاریخ اسرائیل در ساختن کشور شرکت داشته و دیدگاه ایشون فقط به امروز یا فردا نیستش بلکه پس فردا. در اسرائیل این دو قطب وجود داره، ولی تنها چیزی که متحد هست در اسرائیل این هستش که آقای روحانی بر اعمالشون قضاوت خواهند شد. اما همینطور که شما هم اشاره کردید، آرزوش این هستش که تهدیدات به ایران، تهدیدات
ببخشید. همونطور که خودتون اشاره کردین، بنیامین نتانیاهو قبلا میگفت که رئیس جمهوره که باعث نگرانیه، که میخواد با داشتن سلاح اتمی اسرائیل رو از صحنه جهان محو کنه، جنگ اتمی شروع کنه، و الان میگه که هنوز همه چیز دست رهبره و رهبره که تصمیم نهایی رو میگیره، پس چیزی عوض نشده. بعضی اینو تحلیل میکنم به عنوان بهانه گیری از سوی دولت اسرائیل. فکر میکنین این تضاد همراه با این تضادی که شما ازش اشاره کردین در بین شیمون پرز و بنیامین نتانیاهو، آیا میتونه باعث بشه که سیاست اسرائیل کمی تغییر کنه؟ ببینید، این سوء استفاده بود که آقای نتانیاهو میکرد از سیاست ایران. دولت ایران، آقای خامنه ای چیزهایی که راجع به ایران گفتن هنوز برای اسرائیل خطر محسوب میشه، ولی الان در اسرائیل مهمترین مسئله که واقعا انسجام در آن وجود داره این هستش که ایران باید شفاف سازی را انجام بده، و همینطور که دوست عزیزمون در واشنگتن گفتن باید با آژانس روابطشو بهتر بهبود ببخشه، که ما مطمئن باشیم که برنامه اتمی ایران فقط برای تولید انرژی هستش و نه برای اهداف نظامی. آقای فرهنگ، در موقعیتی که همونطور که آقای گنجبخش هم گفتند آقای روحانی هنوز موفق نشده اعتماد مردم در داخل خود ایران رو جلب کنه، چه برسه به جهانیان، آیا فکر می‌کنین نهادهای لابی اسرائیلی مثل ایپک یا خیلی از گروه‌های دیگه‌ای که فشار وارد می‌کنن بر دولت آمریکا بتونن از این بلا تکلیفی یا این اول داستان بودن استفاده کنن؟ ببینید، در آمریکا افکار عمومی خواهان حل و فصل مسالمت جویانه با تنش هسته‌ای ایرانه. یعنی بعد سنجش آخرین سنجش افکاری که من دیدم 73% مردم علاقمند به گزینه دیپلماسی بودن. ولی در آمریکا هم گروه‌هایی هستن، عناصری هستن، به هیچ وجه محدود به لابی اسرائیل نیست. در واقع طرفداران بزرگ آقای نتانیاهو در آمریکا مذهبیون دست راستی مسیحی هستند، وگرنه اکثریت بزرگ یهودیان آمریکا به اوباما رأی دادن و اونها هم مثل بقیه مردم این مملکت خواهان صلح با ایران هستند. واقعیت امر اینه که در ایران هم این اختلاف در درون نخبگان سیاست خارجی وجود داره. بنابراین اگر این امر بخواد حل بشه، یعنی یک تغییر اساسی در بینش رهبران باید ایجاد بشه. احمدی نژاد به دلیل مواضع خاصی که میگرفت، تهدیداتی که میگرفت، بهترین یاری رسان دست راستی های آمریکا و آقای نتانیاهو بود. بنابراین آقای روحانی اگر بخواد این جو رو هم در چارچوب سیاستگزاران و افکار عمومی به نفع حل و فصل مسالمت جویانه تغییر بده، نیاز به زمان داره. ولی یک نکته اساسی رو باید در نظر داشت که بهبود روابط ایران و آمریکا کار ساده‌ای نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای ایران میتونه زمینه‌ساز این امر باشه، برای اینکه تنش هسته‌ای مشکل محوری سیاست خارجی و بحران اقتصادی ایرانه و دستاورد ملموس همطور که آقای گنجبخش توضیح میدادن در جهت حل این مسئله مؤثرترین راهیه که روحانی بتونه جو افکار عمومی و سوء ظن نسبت به ایران رو در بین سیاستمداران غرب و همینطور در اسرائیل تغییر بده. بنابراین باید دید که تا چه اندازه این انتخابات روی موضع و ادعاها و مطالبات گذشته آقای خامنه ای تأثیر گذاشته. تردیدی نیست که خامنه ای قدرت بلا منازع ایران نیست، ولی قوی ترین مرد سیاسی ایرانه، و اگر روحانی بخواد موفق بشه او باید این توانایی داشته باشه که خامنه ای رو در جهت تعدیل مواضع خودش حرکت بده. این سوال اساسی است که در برابر تحلیلگران و مردم ایران وجود داره که فقط آینده میتونه به اون پاسخ بده. آقای گنجبخش، آقای اوباما در مصاحبه دیروزش با چارلی روز در شبکه پی بی اس آمریکا گفته نظر کلی من این است که ما آماده گفتگو با ایران هستیم، اما از مجرای گروه 5+1 یا مجاری دو جانبه بالقوه. فکر میکنین پیش شرط هایی که برای چنین آمادگی باید اول مهیا بشه چی ها هست تا دولت آمریکا واقعا بتونه با اطمینان قدم اول رو جلو بذاره؟ در مذاکرات که حتی در ببخشید در سه ماه گذشتم صورت گرفت، این مذاکرات بدون پیش شرط بود و اینها در
جاهای مختلف با خانم اشتون نشستن و صحبت میکردن. امروز مسئله اساسی که هست در مقابل آقای روحانی و اساساً طبقه سیاسی ایران اینه که خب آیا منافع ملی ایران ایجاب میکنه که ما این مسئله غنی‌سازی رو که 8 سال کوچکترین ارزش اقتصادی برای ایران نداشته و نتیجهش انزوا و تحریم بوده ادامه بدیم یا ندیم؟ این پرسش در مقابل آقای روحانی. میدونیم آقای خامنه‌ای در طول این 8 سال حتی کارهایی رو که آقای احمدی نژاد هم میخواست بکنه آمد و جلوگیری کرد. امروز یه فرصت تاریخی با این رأی مردم و دینامیزمی که ایجاد کرده به وجود اومده که آقای روحانی در اصل نماینده آقای رفسنجانی خاتمی به یک معنایی که رهبر خواست اونها رو از صحنه به در بکنه. در این دینامیزمی که به وجود اومده، بودن مردم در صحنه و مسئله این که ایران این لوکس اینو نداره که دوباره یه 2 خرداد دیگه به وجود بیاره که 8 سال این مملکت نتونه جلو بره، یک قاطعیتی از جانب آقای روحانی لازمه و من میدونم که به هر صورت آقای اوباما در این زمینه کوشش میکنه که این رو به صورت مسالمت آمیز جلو ببره، ولی ما نمیتونیم برای خارجی ها تعیین تکلیف بکنیم، بلکه باید برای رهبران سیاسی در ایران بگیم چه چیزی درسته و این هم چیزی به غیر از این نیست که منافع ملی ایران رو در نظر بگیرن و خلعیت بکنن، به ویژه در سیاست خارجی از آقای خامنه ای که در طول این 8 سال ایران رو به انزوا و تحریم رسونده و حتی اگه سخنان آقای جلیلی رو گوش میکردید که گاهی اوقات پشت انسان رو میلرزان سر این نکته که خب ما باید این انقلاب رو صادر بکنیم و حاضریم شهید بدیم و غیره، این حرفاییست که بسیار بسیار خطرناک بود و زنده باد مردم ایران که با انتخاب آقای روحانی در اصل جلوی فاجعه رو گرفتن. این اما که فکر میکنیم ببخشید، اما فکر میکنیم در عمل فرض کنیم 2-3 اقدام اولی که آقای روحانی یا دولت جدید ایران باید انجام بده تا این اعتماد متقابل رو لااقل شروع کنه به دوباره بازسازی کردنش چیا خواهد بود؟ از نظر من و از نظر در اصل این جمهوری خواهان نکته اساسی اینه که مستقیما باید با آژانس همکاری 100% بکنه. با آغاز همکاری با آژانس 100% و کافی اولین گزارش مثبت آژانس در همکاری 100% ایران با آژانس روی میز شورای امنیت گذاشته بشه، این در از پایه اساسیه که هم پایه اعمال تحریم ها رو از بین میبره و همین که ایران رو وارد بازی هایی نمی کنه که همجور که گفتم به دبستان هایی صورت بگیره که به طول دراز مدت اینها یه قول هایی بدن که در آینده مردم ایران هزینه شو بدن. پس راه حل زیاد مشکل نیست، این همکاری مستقیمه و اثبات به آژانس که ایران در جستجوی گرفتن شمایل اتمی اون کاری که آقای خامنه ای انجام میداد نیست و به هر حال در این به اصطلاح چارچوبه که مسئله غنی سازی هم میتونه حل بشه، مثل بقیه کشورهایی که دارن این غنی سازی رو انجام میدن و کسی هم مزاحم اونها نمیشه. این شمایل اتمی رهبر انقلاب و صدور انقلابه که وضعیت ایران رو به این انزوا و به این تحریما رسونده، این باید از بین بره. آقای روحانی به یاد بیاره اون جمله ای که گفت ایران میخواد کشور باشه یا انقلاب، ایران باید کشور با منافع ملی باشه و اون زمان بسیاری از مشکلات حل میشه از جمله مسئله هسته‌ای. یکی دیگه از صحبتهایی که آقای روحانی مطرح کرد در مناظره های انتخاباتی این بود که چرخ غنی‌سازی و چرخ برنامه اتمی ایران باید بچرخه، به شرطی که چرخ اقتصاد کشور هم بچرخه. آقای جاودانفر، صحبتهایی که آقای روحانی در این روزها انجام داده، از جمله در کنفرانس مطبوعاتیش هم دیروز دوباره به همین مسئله که آقای گنجبخش الان اشاره کردن صحبت کرد و گفت شفاف سازی برنامه اتمی، همکاری کردن با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی رو در برنامه داره، ضمن اینکه جشن‌های خیابانی خیلی بزرگی هم که دیدیم مردم در روزهای گذشته در شادمانی از برنده شدن آقای روحانی داشتن در خیابون‌ها، در رسانه‌های بین‌المللی خیلی خیلی واکنش‌های زیادی رو داشت و خیلی منعکس شد. فکر می‌کنین مردم اسرائیل به این تصاویر چطور نگاه می‌کنن؟ آیا فکر می‌کنن که تغییر خاصی داره انجام میشه یا اونها هم خیلی
متمایلتر هستن به همون دیدگاه شاید کمی بدبینانه تر و محافظانه تر که آقای نتانیاهو داره. البته خانم قدوسی در اسرائیل نظرسنجی انجام نشده که من بتونم بر اساس او دیدگاهی بدم. دیدگاه من در اسرائیل، دیدگاه شخصی خودم این بود که بسیار دیدگاه مثبتی مردم اسرائیل به مردم ایران دارن و این در اسرائیل، من خودم در انگلستان 16 سال زندگی کردم و میتونم بهتون بگم که دیدگاه مردم اسرائیل به مردم ایران بسیار مثبت‌تر هستش تا دیدگاهی که من از مردم انگلستان شنیدم راجع به مردم ایران. و در اسرائیل خیلی جالب بود، پارتی هایی که در تهران بود در بعضی از روزنامه‌ها اینجا راجع بهش صحبت کردن که بله در تهران مردم خیلی خوشحال هستن. و در چیزی که در دیدگاه، البته برخوردهایی که من داشتم با مردم اسرائیل این هستش که بر اساس دیدگاه اونها کشور ایران واسه دیروز دموکراسی داشته باشه نه فردا. اصلا نمیفهمن که چجوری میتونه مردم ایران میتونن تحت همچین سیستمی زندگی بکنن. به نظر من مردم، ببینید در اسرائیل و ایران رهبران ایران و اسرائیل رهبران 12% هستن. چرا 12%؟ چون آقای نتانیاهو اولویتش ایران بود و ما دیدیم که قبل از انتخابات ایشون فقط برای مردم اسرائیل و طبق نظرسنجی فقط برای 12% مردم اسرائیل مسئله ایران مهم بود. و آقای خامنه ای هم رهبر 12% هستن. چرا؟ چون ایشون مسئله مقاومت و برنامه اتمی براشون مهم بود، این چیزی که آقای جلیلی راجع به صحبت میکرد و آقای جلیلی در انتخابات فقط از 12% رأی معتبر برخوردار شد. این دو کشور الان میبینیم که رهبرانشون دارن دنبال اهدافی میرن که 88% مردم مخالف اون هستن. و الان به نظر من مهمترین مسئله برای عادی سازی شدن این روابط و این مسائل بین دو کشور، همونطور که آقای گنجبخش فرمودن، از وین، از سازمان انرژی اتمی، اول ما بس این مسئله رو اونجا حل کنیم. آقای فرهنگ، فکر می‌کنیم بزرگترین موانعی که بر سر راه هم آمریکا هم ایران هست در این موقعیت برای اینکه این روی خوشی که از دو طرف داره باز میشه رو بتونن ادامه بدن و تبدیلش کنن به یک مذاکره معنادار چی هست؟ من فکر می‌کنم که گروه 5 به علاوه 1 و سازمان انرژی اتمی در بهترین شرایط ممکنه میتونن زمین ساز پیدا کردن راه حلی باشن که برای طرفین قابل تحمل باشه. ولی پیدا کردن این راه حل نیاز به مذاکره مستقیم بین آمریکا و ایران داره. برای اینکه در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 واقعیت امری که ایران داره با آمریکا گفتگو میکنه که اگرچه بین نمایندگان دو طرف هیچ گفت و شنودی انجام نمیشه. دوم اینکه امروز در آمریکا کسانی که مخالف حل و فصل این مسئله هستن، یعنی دست راستی های تندرو، برمیگردن میگن در واقع رئیس جمهور در ایران هیچ کار است و رژیم ایران و بر مبنای گفت و سخنانی که آقای خامنه‌ای بارها و بارها تکرار کرده که قد دشمن ذاتی ایرانه و دشمنی با غرب جز ماهیت رژیم ایران شده. آقای روحانی باید این مشکل رو از بین ببره. و یک نکته دیگه ای که در ایران مطرح میکنن اینه که برمیگردن به زمانی که خاتمی مواضع معقولانه ای گرفت و در اون موقع دولت بوش عکس العمل بسیار منفی نشون داد. این رو باید توجه داشته باشن که اوباما بوش نیست. برخلاف بوش و کسانی که در دولت او بودند و به هیچ وجه علاقه به حل و فصل مسالمت جویانه مسئله نداشتند، امروز آقای اوباما در جهت مخالف اونها حرکت میکنه. دوم اینکه یه عده‌ای هم در آمریکا آقای روحانی رو با خاتمی مقایسه میکنن، اگرچه از نظر خلق و خو و احساسات میتونن مشابه هم باشن، ولی به نظر من ایران تغییر کرده. اگر هم روحانی همون حرفای آقای خاتمی رو بزنه، ولی هم از نظر افکار عمومی و مهمتر از اون در درون حلقه نخبگان سیاست خارجی، مواضع خامنه ای و شرکا در 8 سال گذشته با ورشکستگی روبرو بوده. بنابراین نباید از 8 سال گذشته و دوران خاتمی استفاده کرد برای نفی امیدی که امروز به وجود اومده. این مسئله هم در ایران وجود داره و هم در آمریکا. و در اینجاست که روحانی اگر بتونه مذاکره مستقیمی رو با آمریکا آغاز بکنه، کلید راه حل این مسئله رو به دست آورده. پس به گفته شما مشکلات اصلی هنوز همون تابوی تاریخی و قدیمی دوستی ایران و آمریکاست و انتظارات شاید غیر واقع بینانه از آقای روحانی.
آقای روحانی به نظر من این رو رد نکرده، همونطور که آقای خاتمی رد نکرد، برای اینکه وقتی خاتمی میخواست این کار رو بکنه خامنه ای اجازه نداد، ولی امروز که رأی مردم اومده رد و نفی مواضع 8 سال گذشته آقای خامنه ای بوده، بعید نیست که روحانی بتونه در جهتی حرکت بکنه که خامنه ای مثل گذشته جرأت یا توانایی جلوگیری از فعالیت ها او رو نداشته باشه، فقط به فقط به خاطر ترسی که از مردم و جامعه، برای اینکه اقتصاد ایران امروز گرفتار بحرانه و این بحران فقط برای مردم عادی نیست، بلکه برای سپاه پاسداران هم، برای مراکز قدرت هم است. صدور نفت ایران به کمتر از 1 میلیون در روز رسیده و ایران کشوری است رانتی است که بدون صدور نفت با هزاران مشکل اقتصادی روبروست. بنابراین اوضاع تغییر کرده، رئیس جمهور جدید که در آمریکا هست علاقه‌مند به این مسئله است، باید دید که آیا در ایران از این فرصت میخوان استفاده بکنن برای رهایی کشور از این بحران، و یا اینکه حرفای جلیلی خامنه‌ای گذشته رو ادامه بدن که در اون موقع هم ناامیدی در ایران ایجاد میشه و هم در آمریکا. ممنونم از شما منصور فرهنگ، میر جاودانفر و امیر حسین گنجبخش، و ممنون از شما بینندگان. این برنامه همراه با برنامه‌های گذشته ما در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی برای مدتی باقی خواهد موند. آدرس ما هم هست bbcpersian.com. آدرس فیسبوک هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق ایمیل در وبسایت و هم از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید و میتونید نظرها و سوالهاتون رو در اونجا با ما مطرح کنید. از شما دعوت میکنم صفحه 2 آخر هفته روز پنجشنبه ما رو هم تماشا کنید. روز و شبتون خوش.